السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی ولیک الحجة ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی صلواتش متفرق بود، یه صلوات با خلاصه شعار صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در آیات شریفه 125 به بعد سوره بقره بودیم که در خدمت این آیات که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود، و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر قال و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الی عذاب النار و بئس المصیر. این دعای شریفه که بعد از آیه 124 که در بیان مقامات ابراهیم سلام الله علیه وارد شده، بعد از اون که جریان بنی اسرائیل رو در اون آیات مفصل بیان می کردند، یک تذکرات دیگری برای نبی ختمی است که با بیان و اذ جعلنا، یعنی وذکر اذ جعلنا، وذکر اذ قال ابراهیم، که این اذکر در حقیقت در تقدیر است که یاد بیار، سلام علیکم احمد الله، یاد بیار این جریانات رو و متذکر باش در مقام بیان این بود. در آیه 125 بله عرض کردم که بعضی ها خواستن بگن که رکع سجود، سجود به تبع رکع به صورت سجود اومده که راکعین و ساجدین رو شامل بشه، بعضی هم خواستن در حقیقت اقوال دیگری، اما اساس این است که طائفین و راکعین و ساجدین نیامده. رکع سجود در حقیقت به صورت مبالغه در رکوع و سجود آمده، که انهو اینها کار اصلیشون رکوع یا سجود است، که این کسانی که در حالت رکوع یا سجود هستند در تعبیر قرآنی هم اومده و منهم راکعون لا یسجدون. در آیه شریف کجاست که در رابطه ملائکه میفرماید که ملائکه در حقیقت اصناف متعددی هستند، که حالا در روایات که مفصل وارد شده در آیات هم اشاره شده به این مسئله که بعضی از اینها که انهو کارشون اصلا چی هستش؟ رکوع است. بعضیا سجود هست که انهو کار این است، لذا حق در حقیقت رکوع و سجود رو اینها ادا میکنن. در اینجا هم که آمده عرض کردیم سه دسته هستن، طائفین و عاکفین و رکع سجود، که رکع سجود از باب این که رکوع و سجود اجزای اصلی صلات هستش، رکوع و سجود رو در اینجا به معنای مسلین آورده که سه دسته هستن، مسلین، عاکفین، وقوف کنندگان و معتکف شوندگان، و در حقیقت طائفین، طواف کنندگان. منتها رکع سجود رو حضرت آیت الله جوادی بیان کردن و اینجا هم فکر کنم اشاره بهش شده بود که به تبع در حقیقت رکع که استعمالش بیشتر محقق میشه، سجود رو به تبع رکع آوردن، و الا سجود به تنهایی به این به صورت کمتر استعمال میشه، استعمال شاذ است، ولی رکع استعمال شایع‌تره. سجود رو به تبع رکع آوردن که اگر یه موقعی غیر متعارف به نظر میاد، تبعیت در رکع آقای جوادی میفرمایند که حضرت آیت الله جوادی میفرمایند به تبعیت از رکع آمده. در آیه قبل که آیه 125 بود، چند بحث رو خدمت دوستان عرض کردیم که گذشت. یکی از بحث هایی که مونده رابطه بین کعبه و مقام انسان کامل است، که تعبیری که در این آیه شریف می فرماید که
و از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یعنی مقام ابراهیم در کعبه مصلا و محل نماز قرار داده می شود. با اینکه محل نماز قرار داده شدن مثل قبله واقع شدن خیلی اهمیت داره، اما در کنار اینکه جعلنا البيت مثابتا للناس که مثابه هم توضیح دادیم که محل رجوع، و این محل رجوع هم اعم از مادی که مکان رجوع به صورت مکانی است که انسان ها به او رجوع میکنن، میرن میان، و رجوع هم تعبیر مهمی است که نشون میده یک نوع توتنی نسبت به اونجا و سابقه نسبت به اونجا محقق بوده که رجوع معنا میده، که سابقه دارد در نظام عهد انسانی به اونجا، نظام ارتباط وجودی انسان با اونجا، یه رابطه و سابقه است که مثابتا للناس، محل رجوع مردم. دقت میکنید که رجوع غیر از محل در حقیقت رفتن مردمه، میگن یه جایی است محل رفت و آمد مردمه، اما یه جایی میگن محل رجوع مرد. رجوع یعنی یه نظام در حقیقت سابقه ای هست که از اونجا که انهو نشأت گرفتن، حالا عود میکنن، بر میگردن به اونجا. کعبه را مصابه قرار دادیم، محل رجوع قرار دادیم، لناس که اینها گفته شد. اینجا رابطش با ولایت که حقیقت کعبه که قبله است، مسلاش کجا قرار میگیره؟ تعبیر خیلی دقیقی که مسلا میشه مقام ابراهیم، یعنی ابراهیمی که در حقیقت سازنده بیت بود که و بیت رو بالا برد، قواعد بیت رو ساخت و دیوارهای خانه را ساخت، اونم با اون مرتبه اخلاص ابراهیم، اون موقع در حقیقت این میشه چی؟ مسلا. غیر از این که روایات متعددی که در رابطه با این مسئله وارد شده هم خیلی ناظر به این مسئله است. مثلا در رابطه با نگاه به کعبه میفرمایند که من نظر الی الکعبه به معرفه فعرف من حقنا و حرمتنا مثل الذی عرف من حقها و حرمتها غفر الله له ذنوبه و کفاه هم الدنیا والآخره. تعبیر به این که اگر کسی نظر بکند به کعبه، از معرفت به کعبه، معرفت حق، معرفت به کعبه، معرفت ما براش حاصل بشه. یعنی چی؟ خیلی تعبیر دقیقیه که از معرفت به حقیقت معرفت کعبه براش معرفت ما حاصل شود. یعنی که انهو خود کعبه یه حقیقت و روحی دارد که اون حقیقت و روحش ولایته، که از نگاه به کعبه انتقال به اون حقیقت ولایت محقق میشه. در آیه شریفه میفرماید که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، یا در خلاصه ادامه آیه میفرماید که عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحرا بیتی للطائفین والآکفین والرکع السجود. تحرا بیتی، طهارت بیت، یه طهارت ظاهری است که خب از اقذار و از خلاصه نجاسات رجس ظاهری باشد که تطهیر کنند اینها رو، یه طهارت در حقیقت حقیقی است و باطنی که از شرک، که در آیات متعددی هم که از شرک طاهر کردن بیت است، اونم از شرک کسی که در حقیقت داره اون رو بنا میگذاره. یعنی اخلاص تام ابراهیم و اسماعیل که بانیان این هستند که آماده کردن و بناگذاری با اخلاص این طهرا بیتیه. غیر از اون که از در حقیقت اقذار ظاهری باید او رو طاهر کرد که اوی مرتبه است بایدم باشد، این از اقذار باطنی که اخلاص در عمله و اخلاص در مسئله است، این از انسان کامل میشه اسوه و الگو در اونجا که ابراهیم و اسماعیل بودند، و بعد به تبعیت طائفین و عاکفین و رکع سجود به تبع این محقق میشه. حضرت آیت الله جوادی در تصنیف بیان خوبی هم دارن، میفرمایند که تعلیل و در حقیقت این مقید کردن این وصف که عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین، به یک وصفی مشعر به علیته که این علیت طهارت برای وجود عاکفین و طائفین و رکع السجود با این طهارتی که در این در حقیقت عهد ما به ابراهیم و اسماعیل بوده در اینجا نسبت پیدا می کند، که طهارت وجودی و اخلاص تام ابراهیم و اسماعیل در بناگذاری در حقیقت بیت اثر می گذارد در چی؟
در عاکفین و راکعین و ساجدین و در حقیقت طائفینی که در اونجا به عبادت در حقیقت مشغول میشن، که این مشعر به علیته، که این تحرا در حقیقت علیت دارد. ان تحرا بیتی لطائفین و العاکفین و رکع السجود، نسبت به طائفین و راکعین و رکع السجود، این تحرا چی دارد؟ این در حقیقت علیت دارد. یعنی در طواف و در عکوف و در صلات این طهارت مدخلیت دارد. حالا مدخلیت ظاهریش یه مرتبشه، مدخلیت باطنیش هم البته مرتبه دیگریشه، که البته روایات دیگری هم هستش که در رابطه بین انسان کامل و همچنین کعبه. یه تعبیر دیگری مثلا از امام باقر هستش که امام باقر علیه السلام میفرماید که لقد وضع عبد من عباد الله على حجر، یعنی خدا میگه انسانی پا گذاشت بر یک سنگی. این پا گذاشتن بر یک سنگ خب کار غیر عادی نیست، اما اگر همین پا گذاشتن بر یک سنگ که حالا گفتیم اون پا گذاشتن ابراهیم بر سنگ، اون سه شأن نزولی که برایش ذکر کردن، هر کدام از اون سه شأن باشه، چه در بنای کعبه باشد، چه در آمدن در حقیقت به اون دیدن خانه اسماعیل بود که اسماعیل در اونجا بود و ازدواج کرده بود و اون جریانی که مفصل ذکر شده و جریانات دیگری که ذکر شده، سه تا یا چهار تا گاهی هم ذکر کردن، میگه هر کدام از اونها باشد فرقی نمی کند. لقد وضع عبد من عباد الله پاشو بر حقیقت بر حجری قرار داد، فامرنا الله تبارک و تعالی ان نتخذه مصلا. این چه پا گذاشتن با برکتی بوده که امر میشه. معصوم میفرماید همه ما رو خدا امر کرده که اونجا رو بکنیم چی؟ مصلا. درسته؟ خود بنایی که کعبه با اون اخلاص در حقیقت محقق میشه که طهرا، وقت میشه قبله. میشه قبله. اونی که با طهارت در حقیقت بنا گذاشته میشه میشه قبله، اونی که با طهارت پا گذاشته میشه میشه مصلا. تعبیر خیلی تعبیره دقیق و زیبایی است که رابطه بین انسان کامل در حقیقت، البته روایت دیگری هم هستش که حالا الان دیگه من اینجا براتون میگذارم ان شاء الله بعداً، چون تو ذیل لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، هم تا وقتی که تو هستی، لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، تا وقتی تو هستی، خطاب به پیغمبر، که این وجود انسان کامله که در اونجا باعث ایمنی در حقیقت و قسم خدای تعالی به کعبه میشود، یعنی این شرافت مرتبط میشه. بله، هرچند شرافت ذاتی کعبه دارد. خب این در حقیقت یه بحثی است که خدای تعالی به لحاظ بیت المقدس، که اینا ایشالله تو همین آیات نمونده زیاد، بله جزء دو میشه، زیاد نمونده آیاتش اونجا، که ایشالله تو اونجا وارد میشیم، شاید تو همین جلدم باشه گمون کنم، که طولی نکشه که پیغمبر منتظر تغییر قبله بود، اونجا ایشالله بیان میشه، این مسئله مفصل هم بیان میشه. بعد جان چی رو؟ رابطه بین انسان کامل و خود کعبه، که از رابطه بین انسان کامل و احکامی که این احکام چی بودن؟ مرتبط با کعبه بودن. یعنی این احکامی که مصلا گرفتن، قبله بودن، معرفت کعبه و معرفت در حقیقت ولایت، اینها یه روابطی که بین کعبه و انسان کامله. از مثالهایی که استفاده داشتیم میکردیم که رابطه بین کعبه و ولایت. بعد خب بله، نه قبله قرار گرفتن در اشد مرتبه طهارته، یعنی اشد رابطه است. لذا اینجور نیستش که بله اون سقرای اولتون درست بود اما کبرای ثانیتون صحیح نبود. سقرای اول این بودش که هر جا که انسان کاملی معبد او و عبادتگاه او و محل سجده و مصلای او بوده چیه؟ حتما و حتما یه طهارت ویژه اون مکان پیدا کرده. البته این درسته، البته این درسته. لذا بعضی از مساجدی که میگن بعدها مسجد میشه، قبل از او چی بوده؟ این در حقیقت معبد بوده، عبادتگاه بوده. خدای تعالی دلها رو به اون سو وقتی که روانه میکرده، گاهی احساس نورانیت و یه احساس روحانیتی میکردن، به دل مینداخته که اینجا مسجد بشه. این رابطه ها هست البته، منتها خود کعبه در روایات دارد
که تقریبا اکثر انبیا در اونجا به عبادت برخواستند. لذا کعبه از زمان آدم سلام الله علیه که هبوط کرد اولین معبد در حقیقت کعبه بوده و انبیای بسیاری در طول تاریخ که بعضی از روایات داره 70,000 نبی اونجا مدفونن، بعضی از روایات داره 70,000 نبی اونجا مدفونن، یعنی در کنار همین مقام ابراهیم و اون قسمت در حقیقتی این 70,000 نبی اونجاها مدفون هستند و نشون میده که اینها در اونجا سکنا داشتن، اونجاها عبادتگاهشون بوده، مشغول. لذا بحث کعبه تقریبا شاید از اون اتفاقی ترین مکانهایی باشد که انبیاء مختلف در اونجا چی بودن؟ به عبادت مشغول بودن. هرچند بیت المقدس هم، مسجد الاقصا و بیت المقدس هم به لحاظ اون روایاتی که متعدد وارد شده و همچنین به لحاظ محل عروج پیغمبری که واقع شده از طهارت ویژه‌ای برخورداره که مورد توجه انبیا بوده، یا مثل وادی السلامی که در نجف در روایات متعدد وارد شده که اونجا محل اجتماع ارواح مؤمنین است، بعد از در حقیقت قبض روح در اونجا جمع میشن که از جمله ارضهای بهشتی است، که حالا ایشالله مکانها رو یه باری باید اون مکانهای مقدسی که طهارت ویژه دارند رو به لحاظ اینکه چه رابطه با انسان پیدا میکنند و یه بار خدمت دوستان یه باری به مناسبت ایشالله وارد بشیم. منتها اینجا کعبه اون سقرای شما صادق به اشد صدق. چرا؟ چون انبیای زیادی ذکر شده که همه طائف بودند، حتی نوح سلام الله علیه، حتی انبیای دیگه تو تاریخ زندگی اینا که وارد میشه انسان و میبینه و اون چی که از روایات ذکر شده نسبت به کعبه، تمام اینها چی داشتن؟ نظر داشتن، رفت آمد داشتن. این جریان اعمال حج مرتبه ایش تو تمام ادیان سابق هم بوده، فقط منحصر به اسلام نیست. بعد دیگه از نکاتی که البته تو مسئله هستش، حالا ایشالله تو شرحی که مقام بسیار از علامه نقل میکنیم اگر یه جایش لازم بود اونجا ایشالله خدمتون عرض میکنیم. در آیه بعد میفرماید که و از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اینجا ابراهیم، ببینید تو آیه قبل داشتیم و از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، یعنی قبل از اینکه ابراهیم دعا بکند اینجا دعای امنیت برای چی شده بوده؟ دقت در آیه بکنید، و از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا. اینجا میگه بیت محل رجوع مردم و امنه. در آیه دوم میفرماید چی؟ رب اجعل هذا بلدا آمنا. اینجا تعبیر به بلده. در آیه قبل بیت بود. خب آیه قبل که خدا عطا کرده بود به ابراهیم سلام الله علیه که این رو بیت رو امن قرار داد. اینجا طلب ابراهیم برای امنیت نسبت به بلد مکه است، یعنی عام‌تر. دقت میکنید که این بلد رو، نه بیت رو، فقط بیت رو امنیتش رو خدا قرار داده بود، اما بلد رو ابراهیم تقاضای امنیتش رو از خدا کرد، یعنی تقاضای سلام علیکم، تقاضای امنیت بلد رو ابراهیم از خدا خواست. لذا این تفاوت داره با آیه قبل. نگیم تکراره که از جعلنا البيت مثابتا للناس و امنا، اینجا بگیم رب اجعل هذا بلدا آمنا، این تکراره، نه، این نسبت به بلد و اون نسبت به بیت بوده. لذا این ذکر عام از جهت مکانی نسبت به خاصی که بیت بوده در اون آیه سابق. این یکی دیگری که نکته این است که اینجا دعای ابراهیم دو چیز رو اول خواسته و سومی رو بعد از اینها. یکی خواسته که اینجا بلد شود، چون اونجا داره که از کنت و من ذریتی به وادن غیر زیزر، یعنی یه جایی که هیچ جای آبادی و عمران نیست، که وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه وقتی که مأمور به بردن هاجر و اسماعیل به این بلد شد، به این در حقیقت جا شد، وقتی که رسید اونجا دید هیچ نیست غیر از یک درخت خشکیده، هیچ نیست الا یه درخت خشکیده، یعنی آثار بیت چی شده بود؟ نبود، باقی نبود، هیچ عمرانی در رابطه با بیت باقی نمونده بود از گذشته. و ابراهیم وقتی اینها رو گذاشت و برمیگشت، در حقیقت براش خیلی نگرانی و دلهره و سخت بود. لذا از خدای تعالی خواست که خدایا من اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع فاجعل افئده من الناس تهوی الیه، خدایا دلهای مردم رو به سوی اونها مایل کن و در حقیقت ورزقهم در حقیقت چی؟ من الثمرات. که بعد
از در حقیقت میوه ها و ثمرات هم برای اونها روزی بکن. لذا اونجا غیر زیزر بود، حتی به تعبیر بعضی بزرگان غیر زیزر غیر بایره. بایر یعنی یه چیزی که از حالت عمران خارج شده، اما بالاخره اگه کسی زحمت بکشه ممکنه چی بشه؟ قابل عمران و آبادی و احیا بشه. اما غیر زیزر یعنی اصلا امکان زراعت دوش نیست، یعنی امکان چون سنگی اونجا امکان زراعت نیست که بخواد در حقیقت چی باشه؟ زراعتی توش محقق بشه. لذا اینجا میفرماد رب اجعل هازا بلدا، خدایا اول این رو اصلا بلد قرار بده، یه شهر قرار بده، یه محل آبادی قرار بده، از اون حالت غیر زیزرعی که هیچ در حقیقت براش امکان آبادی نبوده و کسی در اونجا زندگی نمی کرده، نه آبی بوده نه آبادانی بوده، این به صورت آبادی در بیاد. این یه دعای ابراهیمه که هازا بلد. دومیش این است که آمنا، این بلد آمن هم باشد که امن باشد، یک بلد امن باشد. این دو دعا رو به صورت کلی میکنه. ورزق اهله من الثمرات. ولی دنباله این دعای سومش این است که اهل این بلد را، اهل بلد را، یعنی هنوز اهلی نداره ها، منتها تنها کسی که از آن الان اهل اونجا هستن ولی بلد اطلاق نمیشه هاجر و اسماعیل، درسته؟ اینجا میفرماید که اول بلد قرار بده، بعد امن قرار بده و بعد روزی کن اهلش رو من الثمرات. منتها دنبالش میفرماید من آمن منهم بالله والیوم الاخر، والیوم الاخر، که این در حقیقت به خدا و یوم به قیامت هر کی اعتقاد دارد اینها رو. منتها تعبیر خیلی زیباست، این که نفرمود ورزق من آمن بالله والیوم الاخر من الثمرات، نفرمود اول این رو نیاورد، بلکه ورزق اهله من الثمرات، اهل او رو از ثمرات روزی کن، منتها بعد آورد که من آمن منهم بالله والیوم الاخر. یه تعبیر لطیفی است که حالا ان شاء الله در ادامه عرض خواهیم کرد خدمتتون که چرا تقدیم و تأخیر صورت نگرفت. چون نظام تکوین بنابر این است که اگر میخواد روزی محقق بشود و عمران محقق شود، همه در او امکان بهره‌مندی پیدا میکنند. اینجوری نیستش که اگر از ثمرات خواستن امکان پیدا بکنن فقط مؤمنین امکان بهره‌مندی پیدا بکنن، بلکه همه در حقیقت امکان بهره‌مندی پیدا میکنن. منتها ابراهیم دعا رو برای کی کرده؟ برای در حقیقت اون کسانی که ایمان دارن. یعنی دعای ابراهیم در مورد اونها مستجابه. خدای تعالی میفرما سنت من این است که این دعا رو، دوم این سومی رو، نسبت در حقیقت دعا رو نسبت به همه مستجاب کردم مع زیاده. منتها این اجابت نسبت به بقیه، چون اینها نعمتهای دنیایی خودش یک ابتلایی براشون محسوب میشه، مثل مؤمنین نیستن که نعمتها براشون نعمت باشد. در حقیقت کافرین نسبت به امور در حقیقت دنیایی بهرمند که میشند، اگر کفرشون رو در حقیقت تایید بکنه رها شدنشون میشه. لذا دنباله آیه میفرماید که و من کفره فامتعه قلیلا، ما او رو بهرمند میکنیم کم، ثم ازتره الی عذاب النار و بئس المصیر. اما همین بهرمندی کم هم چی هستش؟ چون اتمام حجت برای اینها همین ثم ازتره الی عذاب النار میشه. اینا مضطر میشن به کشیده شدن به عذاب نار و بئس المصیر. البته اونجا هم بد جایگاه و بد محل در حقیقت رسیدنی است که مسیر محل رسیدن باشد، محل در حقیقت پیوستن باشد، بد جایگاهی است که اینها بهش میرسن. لذا اینجا دعای منتها تعبیر کردن که چرا ابراهیم اینجا تخصیص داد. بعضی بیان کردن که شاید ابراهیم جریان امامت که براش پیش آمد، انی جائل و کل ناس اماما، اگر این جریان میگن ذکرش ذکر در حقیقت ترتیب تاریخی باشه، این ذکر ترتیب تاریخی که بعد از امامت باشد، از خدای تعالی یاد گرفت که لا ینال و عهدی از ظالمین، که وقتی خدا تتمیم کرد تقاضای او رو و من ذریتی، خدا فرمود لا ینال و عهدی از ظالمین، درسته؟ عهد من به ظالمین نمیرسه. از اون تخصیصی که خدا در اونجا زد که مؤمنین و اون اهل طهارت ویژه را، غیر ظالم را در حقیقت مورد عنایت ویژه قرار داد، ابراهیم یاد گرفت که اینجا بگه که من آمنم منهم بالله والیوم الاخر. اذا اون مبدأ چی شده؟ مبدأ این نگاه ابراهیم شده. اگر ترتب اینها از جهت ذکر در قرآن چی باشه؟ به لحاظ ترتب واقعیت خارجی هم باشد، اگر این ثابت بشه
بعضی گفتن اینجوری، البته انتقال لطیفیه که از اونجا یاد گرفته. خب اینم یه نکته ای که در از این آیه استفاده میشه که از قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق امنم، که یه بار اون دفعه قبل آیاتش رو یه سریشو خوندیم، انشالله بعد از این هم مفصل خواهشون، شاید در 13 14 مورد بحث امن نسبت به جریان کعبه وارد شده که انشالله اونها رو یه جایی مفصل تر خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. بعد میاد تا من آمنه بالله والیوم الاخر قال و من کفره فامتعه قلیلا. امتعه قلیلا، قلیلا نه به لحاظ این که اینها رو کم میدیم بخورن، برای اینها بهرمندی کمتری پیدا میکنن مؤمنین بیشتر اینا کمتر. امتعه قلیلا به لحاظ این که متاع دنیا همش چی هستش؟ همش قلیله. اینها چون در حد متاع دنیا از این نعمت ها بهرمند میشن و در حد دنیا فقط از این نعمت ها بهرمند میشن، متاع اینها قلیله. اما مؤمنین متاعشون قلیل نیست، چون بهرمندیشون از این نعمت ها بهرمندی دنیایی فقط نیست. اینجور نیستش که از همین نعمت ها که بهرمند میشن بهرمندیشون تمام شه. لذا وقتی که در نظام آخرت برای اینها کلما رزقو من ثمرت رزقا قالوا هذا الذي رزقنا به من قبل اتو به متشابها، لذا اینها رابطه رو میبینند. چون و این من شین الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلومه، هر نگاهی و هر ثمره و هر متاعی که در دنیا اینا استفاده میکنن انقطاع ندارد این ثمره براشون، بلکه این ثمره چی هستش؟ اتصال دارد و چون اتصال دارد قلیل نیست. اما برای کفار چون در حقیقت اینا تأکلون کما تأکل الانعام، نگاهشون فقط در این رابطه است و در این حد و منقطعه، چون این گونه است پس در حقیقت چی هستش؟ قلیل است. هر چقدر بهره مندم باشن، اگر تمام نعمت دنیا هم در اختیار اینا باشد و از بهره مندترین ها هم باشن، این متاع متاع و ما متاع الحیات الدنیا فی الاخره الا قلیل، یعنی این در حقیقت، یا اصلا و ما متاع الحیات الدنیا الا قلیلا، یه تعبیر نزدیک اون اولی آیه است. این دومی شبیه آیه که در حقیقت متاع حیات دنیا قلیل است، که حالا آیش هم البته بعدن قل متاع الدنیا قلیلون، مثلا در سوره نساء قل متاع الدنیا قلیلون، یا در حقیقت میفرماید که ولا تعجب که اموالهم ولا و اولادهم انما یریدو، نگاه نکن به کثرت اموال و اولاد اینها و اینها تو رو به تعجب وادارد نسبت به کفار. چی هستش؟ انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، هر چقدر تعلق اینها به دنیا شدیدتر میشه، کثرت بیشتری پیدا میکنن، تعلق شدیدتر میشه، تعلق بیشتر گسستن ازش چی هستش؟ عقاب سختری برای اینها در لحظه جدایی. لذا این میشه خودش یه چی؟ باید بگذارن و برن دیگه همه رو، چون منقطع هم هست. این میشه خودش یه عذاب. لذا مؤمن هم اگر به متاع دنیا تعلق پیدا کند به این معنا که تمام در حقیقت همش به او توجه پیدا بشه، این میشه براش عذاب، البته مثل کافر میشه. اما اگر متاع دنیا رو دید و این شد مرکبی برای حرکتش، مثل کسی که در مسافرخانه ای هست، درسته؟ مسافرخونه رو استفاده میکنه، کما کیفش هم میکنه، اما دل نمیبنده. این دل نبستن لذا میفهم لا تعجب که اموالهم و اولا انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا و تزهق انفسهم و هم کافرون. اینها انفسشون در حقیقت چی بشه؟ از بین برد و گرفته بشه و هم در حالی که کافر هستن. لذا این در حقیقت بهرمندی اونها تو دنیا قلیلش به لحاظ مقدار نیست، قلیلش به لحاظ کیفیته نه به لحاظ کمیت. لذا کمیتاً شاید بهره‌مندتر از مؤمنین هم باشن. اینم یه نکته‌ای که در اینجا فرمودن. حالا این قوله تعالی رو خوندیم، من آمنه منهم، حالا من این تطبیق المیزانش رو خوندیم، بله. خب این دیگه نکته‌هاشو تقریبا همشو گفتیم دیگه، دوستان خودشون تطبیقشو بکنن. بعد میفرماید که اگر میخواید تطبیقش بکنیم، تو اصلا تطبیق نکردیم اینجا؟
خب قسمت اول که واتخذوا من مقام ابراهیم رو که کامل گفتیم، قوله تعالی و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا العهد هو الامر و التطهیر اما تخلیص البيت لعبادت الطائفین والعاکفین والمسلین، مسلین رو آورد در رکعه سجود و نسکهم فیکون من الاستعاره بالکنایه تخلیص البيت، خالص کردن بیت لعبادت الطائفین، یعنی بیت رو خالص بکنن برای چی؟ برای عبادت الهی. این خالص کردن بیت برای این همون تعبیر تطهیره، تطهیر به معنای باطنیه نه تطهیر به معنای ظاهری. فیکون من الاستعاره بالکنایه و اصل المعنا ان خلص بیتی لعبادت العباد، اینو خالصش بکنید برای این کار. و ذالک تطهیرون، این یه مرتبه از تطهیره. و اما تنظیفه من الاغزار والکسافات الطارئه من عدم مبالات الناس، البته در حقیقت چی هستش؟ یا بگیم که ان خلص بیتی لعبادت العباد و اما بخونیم بهتر، و اما تنظیفه من الاغزار والکسافات الطارئه من عدم مبالات الناس، یا تطهیر رو از این بگیریم. و رکع السجود جمعا و اینجا خودش اشاره کرده و رکع السجود جمع راکعین و ساجد، اینها جمع اطلاق میشه مونتا جمع سجود برای ساجد کمتر به کار برده میشه، ولی به لحاظ اینکه جمع رکع برای راکع به کار برده میشه بیشتر، به تبع رکع که برای جمع راکع به کار برده شد، جمع ساجد هم به اصطلاح چی به کار برده شد؟ سجود به کار برده شد، در حقیقت رکع السجود. و کان المراد بهی المسلون، از این دوتا مراد چی هستن؟ از راکع و ساجد مسلونه. قول تعالی و اذ قال ابراهیم رب اجعل هازا دعا دعا به ابراهیم یسأل به الامن على اهل مکه و رزق و قد اجیبت دعوته. اینم از اینجا یه قاعده رو بیان میکنه و هاشا لله سبحانه، این یه قاعده است در قرآن، یه قاعده است، یه قاعده قرآنی، یادداشت بکنید، قاعده قرآنیه، قاعده ها رو قرار شد یادداشت بکنید که بعدها قواعد رو جدا بکنید. یه قاعده قرآنی، قاعده قرآنی چی است؟ هر جا در حقیقت از انبیا دعایی رو نقل میکند، اگر ذکری در عدم اجابت یا تغییرش نکرده باشد، دعا حتما مسلم، حتما چی هستش؟ اجابت شده است. و بلکه هر جا کلامی در قرآن نقل می شود، اگر دلیلی بر ردش نیاورده باشد قرآن، نشون میده که این دلیل و این حرف درست است، حتی اگر کسی دیگه نقل کرده در قرآن کلمات دیگران رو نقل کرده، میگه اگر جایی آورد هیچ قرینه‌ای بر ردش قرار نداد نسبت به اون کلامی که ذکر شده، دلیل بل قبول اون کلام است. لذا می فرماید و هاشا لله سبحانه ان ينقل في كلامه دعاء لا يستجيبه ولا يرده في كلامه الحق، دعایی که اجابت نشده باشه و رد هم نشده باشه، دعا باشه استجابت نشده باشه ردم نکرده باشه این دعا رو، ولا يرده في كلامه الحق فيشتمل كلامه على هجاء لغو لقى به لاق جاهل، نعوذ بالله، که اگر بخواد اونجوری باشه این دعا میشه در حقیقت که ذکر شده در اینجا یه لغوی، بیشتر از این نیست، که یک لاغی در حقیقت چیکار کرده این دعا رو به کار برده و این امکان پذیر نیست. وقد قال تعالی والحق اقول، در حالی که خدای تعالی دارد آنچه که در حقیقت گفته شده در قرآن، والحق اقول، و همچنین فرموده انه لقول فصل و ما هو بالحزل، در حقیقت حزل در قرآن راه ندارد، اگر حزلی ذکر شده از دیگران جهت حزل بودنش ذکر شده، معلوم شده، قرینه رو قرار داده که این حزل است و این به عنوان حق و فصل نیست. و همچنین حالا ایشون اینجا نکته دیگری می‌فرماید، مراحل دعاهایی رو که ابراهیم داشته، مونتا اینجا فقط به اشاره بیان می‌کند در سوره انعام جلد هفتم صفحه 162 به بعد، اونجا مفصل آیات این مسئله رو میاره و نسبت به اینها چیکار می‌کنه؟ دعاهای ابراهیم رو، چون در جلد هفتم، در اون جلد هفت زندگی حضرت ابراهیم و مراحلش و اون مسائلی که در رابطه با زندگی ابراهیم بوده در جلد هفتم المیزان ذکر خواهد شد مفصل، شخصیت ابراهیم و دعاهاش و مسائلی که مربوط به زندگی اوست در جلد هفت المیزان خواهد آمد. در ضمن یکی از بحث هایی که اونجا می کند چی هستش؟ بحث دعاهای ابراهیمه که خواهد، اینجا فقط اشاره میکنه و قد نقل القرآن العظیم ان هذا النبی الکریم دعوات کثیره که دعا بها و سألها ربه که دعائه لنفسه فی بادی امره،
و دعایه عند مهاجرته الی سوریه، که دعاش برای مهاجرت به سوریه، انی ذاهب الی ربی سیهدین، در وقتی که حرکت میکنه و دعاش نسبت به خودش و همچنین دعاش و مسئلتش بقاء ذکر الخیر که مسلین رو از من، نسل من رو از مسلین قرار بده، و دعاه لنفسه و ذریته و لوالدیه، ولی اونجا رجوع کنید یکی یکی اینها رو آورده، ولی المؤمنین و المؤمنات که برای همه دعا کرده، و همچنین در مرحله پنجم دعا اینا ترتیبم داره، دعاه لأهل مکه بعد بناء البیت که همینجا الان ذکر شد، و دعاه و مسئلته بعثت النبی من ذریته که ناظر به بعثت النبی از ذریش باشه، و من دعواته و مسائل هلتی تجسم و آماله و تشخص و مجاهداته و مسائه فی جنب الله و فضائل نفسه المقدسه و بالجمله تعرف و موقعه و زلفاه من الله از دسمو، و همچنین و من دعواته و سائر قسمین، و من دعواته رو مبتدا بگیرید، و من دعواته و مسائله و سائر قصصه و مامده به این، و سائر قصص رو عطف کنید به اونجا، و سائر قصصه و مامده به ربه یستن به تو. یستن به تو میشه چی؟ و من دعواتهی و سائر قصصهی یستن به تو شرح حیاته شریفه و سنت عرض للمیسور من ذالکه فی صورت الانعام جلد 7 صفحه 162 در حقیقت به بعد. این ایشالله رجوع میکنید اونجا اجمالشو ببینید، بعد ایشالله به اونجا که رسیدیم اون وقت مفصلشو در خدمتون هستیم. قول او تعالی من آمن منهم لما سئل علیه السلام لبلده، لما سأل عليه السلام لبلد مكة الآن ثم سأل لأهله أن يرزقوا من الثمرات، خدای تعالی را اول بلد مکه را امنیت خواست و برای اهلش از ثمرات خواست، استشعر ان الاهل سيكون منهم مؤمنون و کافرون، چون وقتی که برای اهل مکه خواست خب بعدش تفتن پیدا میکند که اهل مکه ممکنه چی باشن؟ همه مؤمن نباشن. استشعر ان الاهل سيكون منهم مؤمنون و کافرون و دعاه للاهل بالرزق یا ام الكافر والمؤمن، چون خدا اونجا فرمود که و من ذریتی که ذریه ابراهیم باشن، در مکه در حقیقت قرار گرفتن، از ذریه ابراهیم هم امکان کافر و مؤمن هست، هم غیر ذریه ابراهیم که وجعل افئده من الناس تهوی الیهم، که اونها هم میرن اونجا ساکن میشن، که همون قبیله جرهم ابتداعا رفتن ساکن شدن و اونجا بودن، بین اونها هم چی بود؟ مؤمن و کافر هر دو پیدا میشد، لذا هم تو نسل ابراهیم مؤمن و کافر هست، هم در حقیقت غیر از نسل ابراهیم مؤمن و کافر در اونجا داشته. و دعاه للاهل بالرزق یا ام الكافر والمؤمن و قد تبرع من الكافرین و ما یعبدونه، قال تعالی فلما تبین انه عدو لله، وقتی که معلوم شد پدرش دشمن خداست، عدو لله هست، تبرع من، از او چیکار کرد؟ بیزاری جست. یعنی نسبت به آذر که عموی ابراهیم بود و متکفل امر ابراهیم بود، وقتی که فهمید او دست از کفر بر نمی داره و هدایت نمیشه، تبرع من، از او تبری جست. لذا نسبت به کافرین چی بوده؟ اون کافری که هدایت نمیشه اهل تبری بوده از قبل، هم دعا هم براشون نمی کرده، تبرع من یعنی دعا برای اونا نمی کرد، لذا اینجا دعاش عام نیست که کافر رو شامل بشه. فشهد تعالی له بالبراءه و تبری عن کل عدو لله، حتی ابی، خدا شهادت میده بر این، و لذالک لما استشعر مستشعره من عموم دعوته قیدها به قوله من آمن منهم و هو یعلم ان رزقهم من الثمرات لا یتم، البته میداند که رزق مؤمنین از ثمرات لا یتم من دون شرکت کافرین، بدون اینکه کافرین شریک باشن امکان پذیر نیست. اگر یه جا میخواد آباد بشه، مؤمن و کافر باید با هم دیگه در اون ثمره و رزق شریک باشن. علامه یحکم به ناموس الحیات الدنیویه الاجتماعیه غیر انه خص مسئلته، این غیر از این است که دعای ابراهیم هم شامل حال اونها بشه. ابراهیم برای مؤمنین خواست، اما اجابت این دعا لازمش این است که چی باشه؟ شامل همه بشه، و چون قانون طبیعت این است. لذا در تعبیر ابراهیم هم ورزق اهله من الثمرات مقدم بود، یعنی ناظر بود به این قاعده عام تکوینی الهی، و اون در حقیقت من آمنم منهم رو چیکار کرد؟ تأخیر انداخت در بیان. دقت میکنی که این تعبیر هم چی هستش؟ تخصیص رو بعد زد، نگفت ورزق من آمنم منهم در حقیقت من الثمرات. بله
اون غلبه است، در اینجا غلبه نبوده، یعنی در حقیقت اینجا داره دعایی برای ثمرات میکنه، منتها این دعای برای ثمرات که میوه است و مسائل در حقیقت رزق و روزی مادی است، این با غلبه در طول تاریخ سازگار بوده، با غیر غلبه هم سازگاره. این ناموس طبیعت این است که اگر یه جایی خلط بین مؤمن و کافر هستش، زندگی کرد کنار هم میکنند، در اونجا وقتی ثمرات در حقیقت هست شامل همه میشه. اما در زمان ظهور این است که غلبه محقق میشود، حاکمیت اسلام محقق میشود. دقت میکنید اون حاکمیت توحیدیه، ولی در این دورها حاکمیت توحیدی در مکه برقرار نبوده که بخواد این حاکمیت این رو استفاده بکنه. لذا این ناموس حیات دنیوی اجتماعیه که تو اجتماع مؤمن و کافر که کنار هم زندگی میکنن چی هستش؟ همه بهرمندند. خدای تعالی همه رو بهرمند کرده. ابراهیم خلیل دارد که در یک روایتی دارد که عادت داشت که مهمان در کنار سفرش باشه. یه روزی مهمانی نبود، بالاخره گشت یه پیرمردی دید داره عبور میکنه، دعوتش کرد به طعام. آمد و خلاصه نشست، گفت خب بسم الله، خواستن شروع کنن، گفت بسم الله بگو. گفت نمیگم. گفت خب بسم الله بگو بخوای طعام. گفت نه نمیگم. گفت پس بلند شو برو، با من نمیخواد. گفت من یه عمری 90 ساله 100 ساله از خدا عمر گرفتم، تا حالا به من روزی داده بود خدا، اصلا هم خلاصه موکول به ایمان و بسم الله و اینا نکرده، حالا تو بنده خدا من رو میخوای مضطر بکنی به اینکه یه قضا بدی حتما باید ایمان بیارم بسم الله بگم. یه عمری خودش من رو مضطر به این نکرده. این ناموس الهی است که مردم در رزق و روزیشون چی هستن؟ که اون رحمانیت الهی است. رحمت چی هستش؟ رحمانیت که اعطای وجود میکند و اعطای رزق و روزی میکند. تازه الانم خودش میفرماید که البته این اعطای رحمانیت الهی در مقام رحیمیت برای مؤمن میشه نعمت، برای کافر همین رحمانیت میشه چی؟ عذاب من الرحمن. اون وقت درسته؟ اینجا ظاهرش این است که اونم از این بهرمنده، اما نتیجهش این است که وستره الی عذاب النار میشه. غیر انه قصد مسئلته به ما یحکم لسائر عباده و یرید فی حقهم فاجیب علیه السلام به ما یشمل المؤمن والکافر و فیه بیان ان المستجاب من دعوته ما یجری علی حکم العاده. پس دعایی که میکند از خدا بر اساس حکم عادت در حقیقت این دعا رو کرده. یه نکته دیگری هم که خیلی زیباست اینجا این است که ابراهیم در اون جایی که غیر ذی زرعه از خدا خواست که ثمرات رو قرار بده. این رو از کجا استفاده کرد؟ میگن این رو ابراهیم از فرزنددار شدن در زمانی که امکان فرزند شدن به صورت عادی در حقیقت دیگه منتفی بود، چون پیر شده بود، هم خودش در حقیقت عقم داشت، هم زنش در حقیقت عقر داشت که عجوزه بود، این در دوران یائسگی همسر و در دوران در حقیقت عقیم بودن خودش که تقاضا رو کرد که این جایی که غیر ذی زرعه اینها رو در حقیقت ثمره رو قرار بده، این از یه حال درونی دیگر خودش بود که خدا براش پیش آورده بود که در دوران در حقیقت پیری به او در حقیقت فرزند داد، از دو همسرش دو فرزند به او داد. لذا احساس کرد که هر چیزی پیش خدا، هر دقیقت رابطه پیش خدا در حقیقت شدنیه. پیش ماست که در حقیقت از زمین زیزر نمیشه ثمرات، اما خدای تعالی از زمین زیزر هم ثمرات میتونه ایجاد بکنه، اونجا مقهور نیست خدا. اینم یه تعبیر مهمی است که آدم اینها رو در زندگی انبیا چکار بکنه، ببینه که یه واقعی که براش پیش میاد از این واقعه چقدر حوادث دیگر رو نوع دعاش نوع برخوردش متفاوت میشه. اگر این مسئله برای ما هم در مسائلی که برامون پیش میاد یک راه میشه که یاد بگیریم، خدای تعالی اعتقاد رو گاهی در درون ما میخواد اینجوری با پیش آوردن یک حادثه چیکار بکنه؟ تعمیم بده، راسخ بکند. این یه درس عظیم میشه. میفرماید که بله، من غیر خرق للعاده و ابطال لظاهر حکم طبیعه ولم یقل ورزق من آمن من اهلی من الثمرات لان المطلوب استیهاب الکلام للبلد لکرامت البيت المحرم ولا ثمره تحصل في واد غير زيزر وقع فيه البيت ولولا ذلك لم يؤمر البلد. اگر میخواست فقط مؤمنین یه گوشه اینجور باشه بلد عمران نمیشد، ولا وجد اهلا يسكنونه، چون کفار اومدن اونجا رو آباد کردن و بعد آباد کردن کفار سبب شد که بعضیشون هم ایمان بیارن و مؤمن بشن. بعد ادامه آیه که دیگه انشالله در خدمت دوستان هستیم. لذا درس خیلی زیبایی است برای ما همین که یاد بگیریم از هر واقعی به وقایع بعدیمون. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.